شماره 7 زیباترین شوت های فوتبال، نجات فیلیپ کوتینیو. سلام و درود خدا بر شما باد. فیلیپ کوتینیو در 12 ژوئن 1992 در ریو دو ژانیروی برزیل چشم به جهان گشود. کوتینیو از همان دوران کودکی علاقه زیادی به فوتبال داشت، به گونه ای که تنها وقتی که 7 ساله بود تمرینات خود را در فوتبال سالنی یا فوتسال آغاز کرد و در تیم منتخب شمال ریو مشغول به فعالیت شد. در سال 2000 رسما به عضویت تیم واسکو دو گاما درآمد. بعد از چند وقت فیلیپ کوتینیو به پیشنهاد مربیش به فوتبال و زمین چمن وارد شد و پس از اینکه درخشش خیلی زیادی به عنوان مهاجم نداشت، اومد و در پست هاف بک بازی کرد. کوتینیو انقدر در سن 17 سالگیش درخشید که در سال 2010 مسئولان باشگاه اینتر تنها زمانی که او 18 سال سن داشت خواهان به خدمت گرفتن اون شدند. سالی که پر از موفقیت و امید بود، زیرا دقیقاً در همان سال به تیم ملی کشورش دعوت شد و درخشش خود را برای همگان نمایش گذاشت. در همان سال اولین حضور خود را در لیگ قهرمانان اروپا نیز تجربه کرد و اولین گل خود را با پیراهن اینتر در سال 2011 با یک ضربه آزاد مستقیم به ثمر رساند. کوتینیو بعد از انتقال قرضی به اسپانیول و پس از انتقال رسمی به لیورپول به بارسلونا پیوست و بعد از اون به صورت قرضی رفتش استون ویلا و بعد از اون در استون ویلا موندگار شد به صورت رسمی. افت فیلیپ کوتینیو دقیقاً از سال 2019 شروع شد و تا الان ادامه داشته و هنوز که هنوز فیلیپ کوتینیو نتونست اون جایگاه سابقش که توی لیورپول داشته رو به دست بیاره. فیلیپ کوتینیو همونطوری که دارین می‌بینید 30 سالش شده و اوورالش شده 82، یعنی اوورالش افت کرده و همچنان رو به افته. الان اومدیم توی استون ویلا فیلیپ کوتینیو گرفتیم، می‌خوایم نجاتش بدیم. فیلیپ کوتینیو توی این باشگاه شماره 23 رو گرفته، می‌خوام به شماره 7 برسونم بعدش نجاتش بدیم و بعدش اگر همین تیم خوب پیشرفت که قهرمان بشیم و اینا اگه خوب نجات می‌گیریم دیگه نمی‌دونم. اول اینکه شما پست دلخواه تو بگو، برای اینکه بیشتر گل بزنی بگی که وینگر چپ من بازی کنم، موفق هجومی اینجا بهترین جا واسه تو، چون به خاطر اینکه تو کرل و شوت بسیار زیبایی داری می‌ذاری میره تو گل و همین اول کار شماره 7 رو بهش می‌دی. من نمی‌دونم شماره 7 رو از این می‌گیرین کیه؟ شماره 7 رو بده، شماره 7 رو بده ببینم. مثلا این اسمی نمی شماره 7 رو دادم به فیلیپ کوتینیو یا نه؟ شماره دلخواه کمک مربی داشتی که به من گفتی شماره پیراهن 7 رو می‌خوای، ولی من بهت گفتم فعلا این شماره واسه فلانه. آره یادم. خب حتی ماشکا در ابتدا در مورد این قضیه مردد بود و گرفتی. گرفت شماره 7 رو گرفت. بفرما. همین یعنی موفقیت. بریم همینجوری نجات تموم کنیم بریم. اصلا خود نمک، خود بی نمک. ببین برو تمرین، همون اول ویدیو من باید تمرین یادم که ندم دریبلو بکا، دفاع هم بکا، استقامت تو تا پر کن، از اون ور شوتت هم تا پر کن. این چیزی که من ازت میخوام. ولی اگر فیزیک هم نداشته باشی میشه. نظرت چیه به سرعت و پاست بیافزایم، مخصوصا سرعت؟ آقا من میگم اینجوری بریم به استوبه میلو منچستر سیتی، همین اول کار بزنید تو سر منچستر سیتی. امروز در ترکیب اصلی هست، ما از اونها بهتر بازی خواهیم کرد. خب تو کی هستی هستن داداشم؟ من نظرم اینه که فیلیپ کوتینیو رو برگردونیم لیورپول، حالا ببینیم که در ادامه چی میشه. کجا گذاشتت این سرمربیه؟ همون جایی ها. به به چه زمین، نه نه اصلا خیلی هم زشت، چه زمین ما فقط قشنگ داشت بازی شروع شد، هنوز داره موزیک مینوازد. فیلیپ کوتینیو داره حرکت میکنه، میتونه لبخند بهش پاس بدن، پاس به فیلیپ کوتینیو از فینگر چپ به فینگر راست مهاجرت کرده. یک سانت زیبا فیلیپ کوتینیو. سانتات خیلی خوبه، سانتات خیلی خوبه. تو رو خدا نگاه کن. بریم بابا، بزا بریم. خب عالی عالی، پاس عالی. فیلیپ کوتینیو پاسو داد ایبروین به فیلیپ کوتینیو. فیلیپ کوتینیو پاس میده تکی به تک، خاک تو اون سرت، آبرو شما ریاضار بردی. یا ابل فاز دیروز بعدی باز دوباره خطا کن رو ما. آه بی آقا سوتو نزد آخر سر پدر سگ. بابا اینا دارن خوب پاسکاری میکنن. خب بفرما، خیلی من بعید میدونم که بشه فیلیپ کوتینیو رو با این وضعیت نجات داد با این تیم که عمرن. آقا امروز بازی داریم با نیوکاسل، کوتینیو در رکیب اصلی نیوکاسل ششم جدوله. در رشگاه خودمون میخوایم بازی کنیم، میبینم که فیلیپ کوتینیو، آقا این بازی اگر بتونیم خوب بازی بکنیم توی این تیم کار میکنم که باشو به درد بخور، یعنی بتونیم درست. نمیدونم فقط همه چی به این بازی بستگی داره. دو تا ترکیب عین همه، هر کی گند بزنه تو این بازی از سرمربیه. برو بریم. بده من ای احمق. فیلیپ کوتینیو کاشته رو بزنه برسه گل ان شاء الله. تا
تمام. اولین گل فیلیپ کوتینیو، بالاخره گل رو زد فیلیپ کوتینیو، شماره 7. من نمیدونم چرا فیلیپ کوتینیو گوشه 30 سالش اومده تو سخت‌ترین لیگ دنیا، اونم تو تیم چرت و پرت. به به، چه پاسی میندازه خود فیلیپ کوتینیو، اگر تو بهش برسه. خود فیلیپ چه گلی زد فیلیپ کوتینیو، چه گلی زد. داره حرکت میکنه در عمق، میتونه واسه ساند بکنه، خود فیلیپ کوتینیو میکره واسه بازیکنش و حالا شوت فیلیپ کوتینیو نشوت که بشه. چه جوری اینا شیشم جدولن؟ فیلیپ کوتینیو حرکت کرد، توپ بهش رسید و یک سر توپ عالی میاره حالا رو به این مر. نه نه نه، بزنش فیلیپ کوتینیو. زدمش، پدرت هم در میارم. ببین الان یه تکل دیگه میخوام بزنم، چون بالاخره یه کارت زرد رو میگیره فیلیپ کوتینیو. یه تکل دیگه هم بزن، یک تیر دو نشان بشود، دو تا بازیکنش مصدوم بشه. مهدی خان رفته واسهش، بزنش. امیدوارم قرمز ندی بهش. دیدی باگ وال کردی مهدی کاشف؟ آقا لطفا تو کامنت ها دو تا تکل زدم کارت زرد. فیلیپ کوتینیو حرکت کرده، ببینم که میتونیم از بین این دو بازیکن رد بشیم یا نه. فیلیپ کوتینیو پاسو داد، بد زدن فیلیپو. بزن سوتو بهترین بازیکن زمین فیلیپ کوتینیو. تیمو ششم کردم، نیوکاسل رو انداختیم پایین. آمار بدی نداشته تا الان، آمارش خوب بوده. آقای فیلیپ، با تاتنهام بزرگ بازی داریم. فیلیپ کوتینیو گفته من اصلا اینکه شوتش کردم، دیدم کجا میداره میره، واقعا خوشحالم ازش. پی میکنم رسیدم به اون گل زوتنگا مهم بود و ما از اون به بعد روندمون رو حفظ کردیم. اوکی، فیلیپ کوتینیو الان توی ترکیب فیکسه. با تاتنهام بازی ساعت 3 بعد از ظهر ششم جدول شدیم. به به، چه زمینی. همون زمین منچستر سیتی نیستش؟ من فکر کنم همونه. باز شروع شد. به به، فیلیپ کوتینیو یه دریبل زیبا میزنه، یه دریبل دیگر آماده شده داره میره. سر توپ نزن آقای مهدی خان. فیلیپ کوتینیو داره میاد برسه، توپ گیری. ای وای دریبل نزنه، آماده شد. اصلا دفاعی بزن فیلیپ. واش نگاه کن، سون جا خالی میده، اصلا با حرکه نماهنگن اینا. بابا بیلمون کن تو رو خدا. آماده شده فیلیپ کوتینیو، پاسشو میده همونجا، بلند میشه و میخواد یه توپ گیری دیگر انجام بده. اگه که توپ برسه به اون سمت، پاس بده فیلیپ. فیلیپ استوپ همونو بیا، تیر یک. واه بده فیلیپ. آماده شده فیلیپ کوتینیو، یه حرکت عالی، کاتدار در میاره. بله، کوتینیو رو تعویض میکنه، خاک تو سر سرمربی. وای گودر رو زد، بازم شماره 9، شماره 11 بود که هیچ غلطی نمیکرد. کوتینیو اومد، کوتینیو نیومد. تمام، بردمون. چندمیم؟ سوم. آقا سوم، خودشون 11 ما سومیم. آقا اومدیم جلوتر، رسیدیم به این فصل. همینجوری یه میبینید یک مذاکره واسه فیلیپ کوتینیو اومده که فکر کنم پیشنهاد تمدید باشه. متاسفانه ما از سوم اومدیم پنجم و خیلی اختلاف امتیاز داریم با منسیتی که سر جدول و عمرم رو بتونیم قهرمان بشیم. اینجا ما سهمیه چمپیونز لیگ نداریم و باید الان سعی کنیم بریم تو تیمی که سهمیه چمپیونز لیگ داشته باشه، بریم اونجا مانو بدیم. خیلی خب، مذاکره لیست پیشنهادات دیدی، گفتم همین پیشنهاد تمدید اومده واسه ما 4 میلیون، ولی عمرن رزرش درخواست انتقال به بارسا، ان شاء الله که بارسا بگیرتش و برگردی به خانه ابدیت. نگرفت بارسا نگرفت فیلیپو. بالا درخواست انتقال و برگشت به دوران اوج کوتینیو. روز هفتم آقا جواب مذاکره لیورپول ببینم چی شد، بالاخره میگیری یا نمیگیری. ما ببینیم باگر گرفتی به آقای کلوپ گفته با همین عینک خوشگلی که من دارم و ایشون داره، گفته که 4 میلیون 400 میگیرمت. اما ترکیب چجوریه؟ ترکیب نکن اینجوریه، من اینجا رو LMF روشن کردم که ما بریم همینجا بازی بکنیم و اینجا هم دقیقاً اوورال 82 میگیریم. تیم خوبیه، ببینم که قرارداد جیرو امضا میکنه. برای قرارداد امضا کرد، شفای دیگه نبوده، چم کچل هم هستش و کلا ایشون همه جا هستش. اونم واسط دیگه گفته در ترکیب اصلی کوتینیو برام اینا کجا گذاشتش. اما شماره دلخواهو آخو دهو دادم بهت، دهو نگر دار. ببین اولین بازی با ناتینگهام فارست که نامواس رفته توش و ساعت 6 بعد از ظهر نمیتر کوتینیو در رکیب اصلی بعد اولین بازی خودش به کوتینیو نشون بده، فکر کنم جای لوئیز دیاز بودش. بله، چرا 78؟ به به، در FA کاپ میخوایم بازی بکنیم در ورزشگاه ما. بله، جایی که ریسیان رونالدو بازی میکرد، الان فیلیپ کوتینیو برگشته. هی 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 بگیر این دیگه. بده من اما شالله فیلیپ کوتینیو. آقا بذار حواستو بیشتر جمع کن، چرا الان چمن یه رنگ دیگه شد اصلا؟ چرا وضعیتمون چرا اینجوریه؟ تیم کوتینیو بازی رو باز میکنه به اون سمت، فنداک به خود کوتینیو میرسونن. کوتینیو کاتدار، تیر دروازه پدر سوخته، تمام شد. فیلیپ کوتینیو حرکت کرده، میره واسه پاس دادن، پاس رو بیرون، بزن دیاز. تعویض اگر فیلیپ کوتینیو میدونسته چیکار میکنه. فیلیپ کوتینیو اعتقاد داد بهش.
4.5 میلیون هزینه کردی ببین داره واسه چیکار میکنه آقای کدوب. اکثر باحال کار کردن میتونن نگا دارن تو با فیلیپ کوتینیو اضافه بشه. پاس میدم به فیلیپ کوتینیو. فیلیپ کوتینیو نگا داشته. یه دبل تاچ، یه دونه شوت و گلش رو زد. اینه فیلیپ کوتینیو شماره 10 لیورپول. ای به این میگن. به این میگن بازیکن در اولین بازی یک گل یک پاس گل. و بله، بهترین بازیکن زمین فیلیپ کوتینیو. بازی نیم ساعت دو بعد از ظهر در ورزشگاه چلسی با خود چلسی کوتینیو در رکیب اصلی قرار داره. داره بردهای متوالیشو تکرار میکنه آقای لیورپول. آقای یا خانومه نمیدونم. لیورپول دومه، من سیتی اول، فقط با 6 امتیاز فاصله. بله، فضا نورانی شده، وارد یک بهشت خوشگلی شدیم. پیاسافت اون بنفش شوشه چپ چپ داره ما رو نگاه میکنه. بازی شروع میشه در ورزشگاه چلسی. نمیدونم چرا انقدر انرژی دارم. میدونم اوبامیانگ گل نزد. و اینو ولش کن. دو تیم ما بود که اصلا گل نمیزدش، مسئله گرفته بودیمشون. آقا جون من به نظرم ما باید بریم این تو. خب اینجا توپو بگیری کاتش بدی نیمه و سف سف. نگاه تو رو خدا داره میچرخ دور خودش. فیلیپ کوتینیو بزن گلش کن. آفرین، الله شکر. در چندمی بود گل زد و خیلی داره خوب کار میکنه. آقا عالی داره کار میکنی، عالی بی نقص داره کار میکنی. من از اون ور دارم حرکت میکنم، به من پاس ندین رفقا، بگیرش. پاسکاری زیبا فیلیپ کوتینیو، یه دبل تاچ، تیر دو، تیر یک، ای خاک، تمام. تک گل کوتینیو واسه برد شد. بله، اتلتیکو مادرید لیورپول بازی در ورزشگاه آنفیلد ساعت 9 شب، اولین بازی رفت حذفی چمپیونز لیگ. فیلیپ کوتینیو در رکیب اصلی. آفرین. در جهنم آنفیلد اتلتیکو یا اومدن که باز دوباره رسم ما حذف بشن. توی عمر اتلتیکو چمپیونز لیگ نبرده و در این ویدیو هم نخواهید برد، مطمئن باش. بریم. فیلیپ کوتینیو تو بهش رسید، یه دبل تاچ، نه حالا کاتستار. فیلیپ کوتینیو حرکت کرده در عمق، مثلا میتونه به فیلیپ کوتینیو پاس بده. فیلیپ کوتینیو رفت تک به تک، میزنه تیر یک و گل. اینه فیلیپ کوتینیو لیورپولی شماره 10. بیا بهترین نجات، این نجات خدایی داره حال میده. بگی موراتا رو، بگی موراتا. کوتینیو پاسو خود کوتینیو حرکت میکنه، پاسکاریو حال کن، حالا وقت شوته. وای تیر، یه بار آره ای من گذاشتم تو سانکو، سان کرد. وای برسون بگیرش، بشوتش. ای خدا بگم چیکارت نه گل نشود. وای ببین پاسم عالی بود، نزدی. بله، برد بازی رفت لیگ قهرمانان اروپا دور اول مرحله حذفی. دورتموند رفت بازیشون در لیگ قهرمانان اروپا دور اول مرحله حذفی رو پیروز شدن با برتری. سمت بازی برگشت میرن. بازی برگشت خب هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته. مسئله گفته که چی؟ من به خاطر این یکی واقعا حال عجیبی دارم. در فوتبال هر اتفاقی ممکن است بیفتد. کوتینیو در نیمکت نشسته است. میرم این بازی رو بازی میکنم، شاید نورا برتو. به به ورزشگاه و نگاه. بله بازی شروع شده، فعلا کوتینیو بیرونه. میخوام ببینم اینا چیکار میکنن، ما رو تعویض میکنن یا وام میدن میکنن. اینم که آقا کدوم ما رو تعویض میکنه که بیایم داخل یا نه، فکر نمیکنم. تعویض نکرد کلوب. ای تعویض کرد، دیدی یه چشمک اومدم وایسا. منو چرا گذاشتی هافک وسط؟ حالا درست منو چهار فرانسه دیگه نه هر جا استفاده کنی که. بزن کوتینیو. وای دوباره فیلیپ کوتینیو، حالا کوتینیو مستقیم میزنه. ای بابا پاس عالیه برو گلش کن دیگه، برو تمام کار. برین گم شین همتون. تمام صعود لیورپول به مرحله که نیمه نهایی. آقای کوتینیو دست کن میده، خوشحاله که برگشته به این ورزشگاه. آها نه این ورزشگاه اونا، ببخش نه فکر مواد فیلد. اف ای کاپ نیمه نهایی، هر کی بره میره فینال. فولام لیورپول ساعت 8 شب در ورزشگاه آنفیلد، کوتینیو در رکیب اصلی فیکسه. فولام تو جدول هفتمه، این بازی رو ببریم رسیدیم به فینال جام حذفی. پایان بازی شروع شد، هر کسی این بازی رو بره رفته فینال. بله این بازی بسیار حساس. فیلیپ کوتینیو هم رو فرمه در این بازی، بده بریم. حرکت کرده خود کوتینیو، سرعت بالایی داره. تاس میده به صلاح، عالی پاس داد به صلاح، گل نشو. بریم هستیم بریم. وای خراب کرد کوتینیو، خدا رو شکر سود زد. پاس به فیلیپ کوتینیو، فیلیپ کوتینیو نگار باشه، یه دبل تاچ، یه شوت. خدا کنه سوتو نزنه. وای باز خراب کردین شما. کوتینیو توپو نگار باشه، پاس میندازه بهش، برو سانتش کن دیگه، بزن گلش کنه. این خدا فرمینو چه گل نزنی هستی تو. توپو لون ندیم، ان شاءالله که لون ندیم. توپو فیلیپ کوتینیو میره تک به تک با دروازه‌بان، میزنه تیر یک و گل. سلطان نجات لیورپول فیلیپ کوتینیو، بنویسید بر سردر باشگاه. 10 شوت زدیم ما، اونا یه دونه نزدن، بعد ما تازه یه گل زدیم. برو دیگه جدی، برو گل رو بزن، گلو بزن، من نمیدونم، گلو بزن. خاک کوتینیو میاد تو پاشون. اخ خطری ناجور. سلام به فینال اف ای کاپ انگلستان.
آو فینال خوردیم به چلسی. آخه چمپیونز لیگ به چه تیمی خوردیم؟ وقت انتقام گرفتن. لیورپول رئال مادرید سلام خان که روی تصویر هست. الان وقت انتقام گرفتن و فیلیپ کوتینیو در رکیب اصلیه. وقتشه که رئال رو ببری آقای سلاخان. اون حرکتی که راموس صد یادته الان موقعشه. ببین الان نتونه دیگه نمیشه. در ورشگاه آنفیلد بازی رفته دیگه شانس آقایون رئالی بازی برگشت تو زمین اوناست. بله مهدی رو داریم میبینید که چه میمون شده اینجا. بازی شروع میشه. بعد پاس بده بهش. بزن کاتورشو بزن همینجا. کوتینیو رو زدن جدی کوتینیو رو زد. خطا رو باید بگیری. باید میگرفتی. ببین میزنی لطفاً گلش کن. جدی گلش کن. آفرین. بازم فیلیپ کوتینیو باز شما گل بزنی. بازم خودم باعث شدم. داشتم بیا بگیریم بریم. وای خطرناکه. آچ کریم جان چطوری داداش؟ بگیرش لوکاس واسکزو بگیرین. من دارم توپو میبرم جلو. این داره تو میاره عقب. اصلا یه وضع مسخره ایه. بده بریم الان مسو تو بزنی. همین رو گذاشتم فوروارد دیگه. میدونستم هافک چی نمیشه. من دارم شوخی میکنم. یا علی مهدی خان گل زد. من 100% من تعویزم. تعویزم کرد. بازی برگشت دیگه لطفا گلش کن. اوه فرمینو چه گل نزنی هستی تو. چی بابا تمام بلند شو خودت انداختی مثلا پنالتی بگیرت. سانتیاگو برنابه و ساعت 9 شب بازی برگشت. ترکیب ببره دیگه. هر کی برای رفتن تیم همه چی مشخص می‌کنه. بازیکن لیورپول یعنی داروین نونیز زن رو بازی برگشت با رئال مادرید گفته ما باید بعد از نقاط قوتمون تکیه کنیم تا وقتی این کارو بکنیم نتیجه لازم رو به دست میاریم. بریم آقا بریم این بازی خیلی حساسه. دارین اینجوری بازی می‌کنین شما. گل خوردیم دیگه داداش. شانس آوردیم. می‌خواستم بدم ایرون نشو. رفت. تمام کارم. خیلی سخته بازی. بیا داخل بگیرش. بیا نمیتونه بگیره. نمیتونه. پاس رو بیرون. بزن گلش کن. آور کلا. کوتینیو به خاک و خون میکشد. سانتیاگو برنابه های رئال مادریدو. برو این وره دارم. پاس به آقای فیلیپ کوتینیو. فیلیپ کوتینیو حرکت کرده. دو تا بازیکن رو دستش هستن. میتونه فیلیپ کوتینیو پاس بده یا اینکه خودش بره. تک ضرب خودش رفت جلو و گل رو حذف رئال مادرید و انتقام جویان. قهرمانی لیگ از دست رفت. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه اونا در امتیاز ازمون بیشتر بودن و ما دوم شدیم. در لیگ جام حذفی فینال رفتیم. با چلسی بازی داریم. الان هم نیمه نهاییم توی آلفی آنفیلد با من سیتی بازی داریم. خوش آمدید به جهنم آنفیلد. خوش آمدید. این رو هزاران بار من تکرار میکنم تا بدونید اینجا کجاست. ورشگاه ما نیست مگه؟ چرا همش آبی بود پس؟ آه گرفتمش. به 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 چجوری اینو در آوردی؟ بابا حالا چپ و راست دیگه. این چیت زده قشنگ. هیچی نیست داداشم. هیچی نیست. با من اصلا خیالت راحت. هیچی نیم. هیچ شماره هفت دادیم به کانسلو. حیف نیست شماره هفت دادیم به کانسلو. گلو زد. شانس آورد. بعد دوباره میرسه به کوتینیو. کوتینیو میادش خودش کاتدار خود خورد به دفاع. اونا میزنن 100% هدو. اگه ما نه آوری کلا فرمینو. آوری کلا بر تو. اولین گلو زدیم به تو. تعویزم کرد. خوبه معقوله. بعد لوئیس دیاز آوردی به جا منا. به چقدر زیبا دارین کار میکنین. بعد گل دوم. تمومه کارتون. کارتون تمومه. هنوز کار انجام نشده. بازیکن لیورپول یعنی ما مسئله در نظر داریم. مورد گفته که ما میدونیم که مقابل یعنی تیم قدرتمند قرار داریم. ما معتقدیم که همه چی اینجا مشخص میشه. میخوام بازی رو رد کنم. آقای کوتینیو در ترکیب اصلی حضور داره اما من میخوام بازی رو رد کنم ببینم چی میشه. یا علی مدد. ساعت 9 شب بازی برگشت. تمام 5-6 خوردین. چه جوری صدر جدول شدین؟ با بارسا خوردیم فینال. از اونورم با چلسی اف ای کاپ. فینال اف ای کاپ چلسی لیورپول. این عنوان واسه ماست. بازیکن لیورپول یعنی الیسون بگه در مورد فینال پیش رو مقابل چلسی گفته. ما قصد داریم این عنوان رو از آن خود کنیم برای همین اینجای سال 8 در ورزشگاه. آقا نشود که ورزشگاه بیر طرف بعد انتخاب می‌کردی اما ما چه بذار ترکیب که گفت حسابیه که در شرایط در این شرایط عصبی بشید اما الان زمان اون یه سر به بازی بزنیم. یعنی چی؟ یعنی یه سر بریم به بازی بزنیم ما بیای فلس مگه؟ به 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 چقدر دلم واسه این جام تنگ شده بود. برو بریم. وای شانس آورد آقایون. بیاین تو ریباند. آخ گل رو زدیش بهمون. کاتش بده کوتینیو. وای
خیلی رو مخ دارین بازی میکنین تو این بازی، خیلی رو مخ دارین بازی میکنین. آفرین، چه عجب گذاشتی خودم بزنم. سه نفر پشت توپیم. گمشو کنار، گمشو کنار، دارم بهت میگم. وای بابا تمومش کردم، یه شوت ندونستیم بزنین شما. حرکت زیبا، پاس سانتر عالی، بعد انجامشه تو ریباند میتونیم بزن سوتو. آفرین، نیمه وقت اضافه، وقت اضافه. رفته واسه شوت زنی یا نه؟ خود فیلیپ نه دیگه. آفرین بر تو، دارم میرم. رفتی بزنش انصافا، تک به تکی برو گمشو. یه دیر به خوبی زد اونجا کوتینیو، تیر دو نشد. نه داشتیم میرفتیم پنالتی. پنالتی های سختی هم، ولی احساس میکنم که ما این بازی رو میبریم چون آلیسون بکر دروازه‌بان خوبیه. زرش چشش زدیم. نونیز رو گذاشته اولین پنالتی، ای خدا. بزن بلش کن، بزن تو اوت، بزن تو اوت، سنگین در جدی، بزن تو اوت. خدا رو شکر، خدا رو شکر گلش کرد. کیه این؟ چیلیول رو باید بگیری. ارمینو این همه گل ندادی، لطفا اینو گلش کن. میگی گل نزنه، میگم گل نزنه، میگی نه. سلینگ الان میاد میدونه دهنم رو سرویس میکنه. بفرما آقای آلیسون که هیچ کدومو نگرفت. آقا منم خراب کنم، بذار منم خراب کنم، خدایی بریم. من میگم ما بزنیم این بر، نظر شماست. آقا شوت گله، این بر نیاد گله، یا علی نیاد این بر. گرفت، باختیم آقا متاسفانه. جام حذفی از دست دادیم. بله از دست دادیم و متاسفانه حذف شدیم و قهرمان نشد لیگ قهرمان اروپا. فینال ها خوردیم به لایپزیگ. من دارم میگم خوردیم بارسلونا، فینال لیگ قهرمان اروپا. لایپزیگ جدی باید ببریمش، ولی لایپزیگ بارسا رو برده، باید حواسمون جمع باشه. ساعت 9 شب ببینم کجا این، فقط سری بریم چپیم. اورال ما یه دونه فولا، چه عجیب. ورزشگاه پاری سن ژرمن کاپمون گوشه هستش، اون ریز بودش اونجا. خدایا این بازی رو ببریم. زد دیگه قشنگ. جوتا برو، جوتا برو گلش کن. جوتا گلش میکنی ها. آوری کل، نیمه اول تمام شد. زدش برون پدرش. نزن نزن نزن، دارم میگم. یه صفحه دارم میگم نزن، میخوام کاشته بزنم دیگه. بفرما حال کردی پاسو؟ پاسو حال کردی؟ پاس چه نمره ای میدی آقا؟ از 10 تا، از 1 تا 20 به پاس نمره بده. از 1 تا پاس چی دارم میگم آقا؟ آفرین 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 بر تو. پاس گل گل فیلیپ کوتینیو، پاس گل گل. 1-2 1-2 بپر. خاش تو سرت، دو نفر ابلش رو نپریدین. خدا خدا خدا، این چه کاری آخه؟ این چی بود؟ جدی اگه ببازیم من بازی نمی کنم دیگه، چون من پدرم در اومدش تا اینجا هم اومدیم. گل بعدی کوتینیو، نیمه اول وقت اضافه تموم شد. بزن سوتو، دقیقه 120 تمومه، تمومه تمومه تمومه، قهرمان تموم. کوتینیو کار خودش میکنه بالاخره و قهرمانی رو به دست میاره در این یک فصل، در یک فصل نجاتش دادن، یک فصل. آقا ما این بازی رو بردیم 3-2، فیلیپ کوتینیو بهترین بازیکن زمین شد، اما دستم خورد یادم رفتش این کاپر رو بره بالا. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر که از این ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه و بگین که در کامنت ها نجات بعدی کدوم بود بازیکن باشه. خدا نگهدار.